آشپزی با نارگل خوش اومدید. برنامه امروز ما طرز تهیه نون بربری هستش. بربری برای خیلی از خانواده ها جزء اصلی ترین پایه های صبحانه به حساب میان و میتونه تا نزدیک ظهر و وعده نهار افراد رو سیر نگه داره. مواد مورد نیاز: آرد گندم حدود 400 گرم، آب ولرم 1 پیمانه که منظور از پیمانه همون لیوان های دستدار فرانسوی هستش، روغن مایه 1/4 پیمانه، پودر خمیر مایه فوری 1 قاشق غذاخوری، شکر 1 قاشق غذاخوری، نمک 1 قاشق چایخوری، کنجد و سیاه‌دونه برای روی نون به اندازه لازم. برای رومال نون هم نیاز داریم به 1 قاشق غذاخوری آرد و حدود 1/2 پیمانه آب. پودر مایع خمیر و شکر رو با هم مخلوط میکنیم و خوب اینا رو به هم بزنیم. بعد از اون 1 پیمانه آب ولرمی رو که داشتیم نصفش رو اضافه میکنه و اینا رو با هم دیگه مخلوط میکنیم درش رو میذاریم و توی محیط آشپزخونه قرار میدیم تا 10 دقیقه به عمل. مرحله بعد از اینکه مای خمیر آماده شد توی ظرف میریزیم روغن، نمک و آب ولرم رو مخلوط میکنیم بعد از اینکه خوب اینا رو مخلوط کردیم میایم آرد رو به تدریج اضافه میکنیم آرد رو به تدریج اضافه و مخلوط میکنیم. همه آردا رو که ریختیم و مخلوط کردیم شروع میکنیم به ورز دادن. به این علت میگم آرد رو به تدریج بریزین که تا دستتون بیاد، چون نوع آرد فرق میکنه یا آب. اگر خیلی سف شد یه ذره آب ولرم میریزین، همیشه دم دستتون باشه آب ولرم و آرد. اگر خیلی شل شد یه ذره آرد اضافه میکنید. 10 دقیقه به همین شکل ورز میدین. بعد از 10 دقیقه ورز دادن یه خمیر نرم و لطیفی رو به ما میده. میان این خمیری که آماده شده رو داخل یک ظرف میذاریم درش رو میبندیم و روی اون یه پارچه قرار میدیم و در محیط خونه و میذاریم که 1 ساعت استراحت. بعد از 1 ساعت استراحت میبینیم که حجم خمیر 2 برابر شده. پف خمیر رو میگیریم دوباره حدود 1-2 دقیقه ورز میدیم. بعد از اون دوباره میذاریم 10 دقیقه استراحت بکنه. بعد از 10 دقیقه
استراحت. میایم به شکل چونه در میاریم. با این میزان خمیر ما میتونیم یه دونه نون بزرگ درست کنیم یا دو تا نون کوچیک یا مدل های مختلف، حالا گرد یا مدل رایجی که معمولا وجود داره. الان من میخوام با این میزان خمیر یه دونه نون بزرگ درست کنم که مدلی که رایج هست معمولا. خمیر رو به شکل مستطیل باز میکنیم، توی سینی فر کاغذ روغنی میندازیم و روی کاغذ روغنی رو کمی چرب میکنیم. بعد از این مرحله میایم روی نون بربری به وسیله نوک انگشتامون خطوط ایجاد میکنیم. ده دقیقه به همین شکل میذاریم استراحت بکنه. در همین موقع فر رو روشن میکنیم روی دمای 200 درجه سانتیگراد تا فر کمی گرم بشه و میریم که رومال نون بربری رو آماده بکنیم. برای رومال نون آرد، آب و آرد رو با هم مخلوط میکنیم و حدود 5 دقیقه به صورت مداوم به هم میزنیم تا تمام گلوله های آرد داخل آب حل بشن و یک مایه نسبتا غلیظی رو به ما بدن. غلظت رومال نون بربری باید به این شکل باشه. بعد از 10 دقیقه میایم رومال رو روی نون میمالیم و بعد از اون کنجد یا سیاه دونه یا هر جفتش رو میتونیم روی نون بریزیم. فر رو از 10 دقیقه قبل رو دمای 200 درجه سانتیگراد روشن میکنیم و یک کاسه آب جوش در گرمخونه فر قرار میدیم. بعد از اینکه کنجد یا سیاه دونه رو ریختیم یا هر جفتشو داخل فر میذاریم که دماش حدود 200 درجه سانتیگراد هستش، 20 دقیقه باید داخل فر بمونه. یک ظرف پر آب هم داخل گرمخونه فر قرار میدیم. نون بربری آماده شد. امیدوارم شما هم این نون بربری خوشمزه رو آماده و در کنار عزیزانتون میل بفرمایید. این نون بربری رو شما میتونید داخل فریزر نگه دارید و بعد از اون دوباره گرمش کنید و میل کنید. خوشحال میشید ما رو لایک کنید و به کانال ما بپیوندید. ممنون و متشکرم.